أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذن وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فذهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل در جریان آفرینش انسان و جهان هرگز در روایات این چنین نیامده که خداوند اشیا را از عدم خلق کرد، بلکه تعبیرات روایی این است که خلق الاشیاء لا من شی من من لا شی. بنابراین آفرینش انسان یا جهان از عدم نیست، من لا شی نیست تا محال باشد، لا من شیء است یعنی ابتکاری است. مطلب دوم آن است که انسان ها با سرمایه خلق شدند، هیچ انسانی بدون سرمایه آفریده نشده، هم سرمایه معرفتی و شناخت دارد هم سرمایه گرایشی و روشمند بودن، هم بخش اندیشه را با سرمایه مجهز کرد که او با فطرت توحیدی خلق شد، فطرت الله التي فطر الناس علیها، هم بخش انگیزه را با گرایش آفرید و الهمها فجورها و تقواها. اون علوم حوزوی و دانشگاهی است، کسبی است، اما این دانش توحیدی و گرایش اخلاقی این در درون همه هست. هم سوره روم انسان را از نظر اندیشه سرمایه دار معرفی کرد، فرمود فأقم وجهك للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها. هم سوره مبارک شمس انسان را با گرایش معرفی کرد، فرمود به نفس به ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. بنابراین انسان جاهلاً به دنیا نیامده، یک، بی تفاوت هم خلق نشده، دو، هم با سرمایه دانشی خلق شده هم با گرایش ارزشی. انبیا هم آمدن این بخش دانش او را اثاره کردن، سوره کردن، شکوفا کردن و یسیر لهم دفائل الامور، هم اون بخش گرایشش را. بنابراین نظام نمیتواند جبر باشد، چون که نمیتواند تفویض باشد و تحمیلی هم بر انسان نیست. مطلب سوم این است که این اصول در باره همه انسان در هر عصر و مثلی هست، یعنی هم کلیست هم دائم، هیچ انسانی نیست که این دو سرمایه را نداشته باشد، چه در گذشته، چه در حال، چه در آینده. کلیت و دوام دو اصل قرآنی است، یعنی کل انسان فی کل زمان هم از در دانش سرمایه دارد هم از در گرایش، لذا همه به اندازه سرمایه مکلف. اصل چهارم آن است که این سرمایه ها یکسان نیست. این بیان نورانی که مرحوم کلینی در جلد 8 کافی این روزه کافی نامشد همین است.
که الناس معادن که معادن ذهب و فضه، استعدادها مختلف است، دانشها مختلف است، گرایشها مختلف است، بعضی تیزهوشند، بعضی متوسطند، بعضی ضعیفند. از هر گرایش هم همینطور است، ولی اون نصاب لازم تکلیف را همه دارن. اگر یه وقتی در اثر علل و عواملی برخی از این نصاب ها آسیب ببیند، تکلیف هم رفت بر میبندد بر اساس رفع امتی تست. اگر سهو بود، نسیان بود، جهل قصوری بود، اضطرار بود، الجا بود، اجبار بود، رفع امتی، وگرنه تکلیف هست. اصل پنجم این است که این اختلاف از بهترین برکات حسن نظام عالم است. یعنی اگر گرایش مردم همه در یک حد بود و یک چیز بود، همه استعداد مهندسی داشته بودند و این گرایش داشته بودند، خب همه می شدن مهندس و اولین نقص جامعه همین است که همه یک رشته دارند. همه می شدن روحانی، همه می شدن طبیب، همه می شدن کشاورز، همه می شدن دامدار. همه در یک حد باشن نقص یک نظام است. جامعه همه مشاغل را می خواهد و مشاغل را نمی شود بر مردم تحمیل کرد که شما حتما باید این کار داشته باشید. کارها را افراد برابر ذوق و گرایش خود آزادانه انتخاب میکنند. کلون میسرون لما خلق له، و این از بهترین برکات الهی است و هیچ کدام از اینها هم باعث فخر نیست. ذات اقدس اله این نظام را با این وضع متنوع آفرید تا نظام نظام احسن باشه. حالا کی سواره به مقصد میرسد، کی پیاده، در دنیا روشن نیست. یه از بیانات نورانی است امیر سلام الله که در نهج البلاغه است، این است که ان الغنا والفقر بعد الارض على الله. کی سوار است، کی پیاده است، کی موفق است، کی کم توفیق است، این در یوم الحساب معلوم می شود. ممکنه کسی در حوزه شهرتی داشته باشد ولی در آخرت پیاده بیاید. یه روحانی زحمتکش در یه روستای بیان احکام شرعی و امور مردم اون منطقه این فرد، این در قیامت سواره بیاید. اینها در دنیا روشن نیست. این در غنا و الفقر بعد الارض على الله. بنابراین اختلاف ضروری است. اگه همه ذوق فقهی می داشتن، ذوق اصولی می داشتن، اولین نقص جامعه است. همه ذوق طبی داشته باشن، بالاخره جامعه همه این رشته ها را می خواهد و هر کسی برابر اون اندازه ای خدا بوداد مسئول است. هرگز کسی که دارای درجه ده استعداد است، از او خدا توقع ندارد که چرا کار درجه 11 رو 12 رو نکردی. تکلیف هر کسی هم برابر با اون که خدای سبحان داده است. خب چه نظامی از این بهتر، نظامی از این زیباتر و احسن ممکن نیست. میمانه استعدادها شخصی. اگر کسی سوال بکنه که چرا فلان کس استعدادش 5 درجه است، فلان کس استعدادش 10 درجه، این بسیار خوب، حالا ما عوض میکنیم. اون که استعدادش 10 درجه است میشه 5 درجه، اون که استعدادش 5 درجه است میشه 10 درجه. تازه اول سواله. بگیم همه در یک هند باشن، این تساوی باعث نقص. چرا اون کم است این زیاد؟ بسیار خوب، این کم باشه اون زیاد، الاشکال الاشکال. خصوصیات موردی که تو بحث کلی نمی گنجد. خانواده اثر دارد، محیط اثر دارد، تربیت فامیل ها اثر دارد. اینا باعث میشه که کسی در یک جایی که امکانات پرورش کم است، امکانات آموزش کم است، امکانات تهذیب و تزکیه کم است، متوسط در بیاد. اینا پاسخ بعضی از سوالات گذشته است. اما اونچه که مربوط به سوالات این بخش است که به یزیق و صدری و لاینتل و لسانی، این که حضرت به خدای سبحان عرض کرد زبانم باز نیست، این حصر نشده که علتش فقط اون عقدتم من لسانی باشه. گاهی ممکن است انسان در اثر عقده‌ای که در زمان اوست زبانش باز به شفاف نباشه، گاهی در اثر خوف و هراس سیاسی یا اجتماعی که بر او تحمیل شده ممکن زبانش گویا نباشه. خب همین این عدم انطلاق لسان که زبان باز نیست تا حرف بزند، برای هارون سلام الله علیه هم بود، با اینکه او افصح و منی لسانم بود.
وقتی سامری اون فتنه را رفع کرده بود، وجود مبارک هارون ساکت شد، هیچ حرفی نزد. وقتی وجود مبارک موسی سلام الله علیه ما گفت چرا اعتراض نکردی؟ ارشد خشیت و انتقول فرقت بین بنی اسرائیل و میترسیدم که تو بعد اعتراض کنی که چرا بین اینها اختلاف انجام دادی. خب این خوف باعث عدم انطلاق زبان هارون شد با اینکه افسه همین لسانم بود. معنای عدم انطلاق این نیست که من با لکنت حرف میزنم، گاهی زبانم بسته است. این بسته بودن زبان گاهی در اثر عقده فی لسان است، گاهی در اثر حراس است، گاهی در اثر تحمیل سیاسی اجتماعی یا امور و الی دیگر است. هرگز لاینطلق لسانی مفید حصر نیست که مثلا تنها سبب همون عادت من لسانی باشه. این که وجود مبارک موسی به خدا عرض کرد که اینی اخاف و ان یکذبون و یزیق و صدری و لا ینطلق و لسانی، این دوتا امر رو کنار او ذکر کرده، یعنی وقتی که من رفتم اونجا زبانم بند میاد. خصوصیت فرعونم این است که او ذل اوتاد بود، اصلا به میخ میبست، با دیگر سلاطین فرق میکرد. فرعون ذل اوتاد همین است دیگر، میخکوب میکرد، به میخ میبست. هیچ کدام از اون حکام به ذل اوتاد بودن که شهرت نیافتند. اینی که خدا فرمود ان فرعون علی فی الارض همین بود. سالیان متمادی بنی اسرائیل رو به عنوان برده نگه می‌داشت. طرزی قهر ساخته که حاضر انها رو تجدید تهدید. خب یه همچه قدرتی که ذل اوتاد باشه، علی فی الارض باشه، جز طاغات و مفسدین باشه، یه آدم ساده بخواد بره اونجا حرف بزنه، خب زبان بند میاد دیگه. ولی وقتی ذات اقدس الله فرمود کلا، اینا رفتن در کمال فصاحت و شهامت هر باشون رو زدن. اگر این فیض الهی نباشه، اولا راهش نمیزن، بعد اون جبروت این رو میگیره. خدا فرمود کلا، فضه و با آیاتنا، رفتن در کمال فصاحت این هر باشون رو زدن. دیگه زبان بند نیامد با اینکه عقده در لسانش بود. بیش از 100 بار قرآن کریم نام مبارک موسی را برده، در هیچ جا ندارد که در گفتگو کم آورده باشه. اینطور نیست، بلکه اون کلا فضه و بایاتنا این قاهرانه و مقتدرانه رفته. خب این وقتی که رفته، وجود مبارک هارون هم در این خوف سهیم بود. اینو وقتی مأموریت پیدا کردن که برن، هر دو گفتن ما میترسیم، این نخاف ان یفرض علینا او ان یطغى. این در سوره مبارکه طه مال هرزه است، اختصاصی به وجود مبارک موسی کریم ندارد. اذهبا الی فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله یتذکر و یخشا قالا ربنا اننا نخاف. خب با اینکه هارون کاری نکرده، موسی کلیم یک سابقه قتل قبطی را تو پرونده داشت، ولی وجود مبارک هارون کاری نکرده که گفتن اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى. ما میترسیم که برویم و برنامه شما به مقصد نرسد. راه چاره چیست؟ عمده این بود که برنامه الهی را درست اجرا کنند. در سوره مبارکه طه اونجاست که آیه 94 قال یبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی. اونجا اعتراض کرد وجود مبارک موسی به هارون سلام الله علیه ما. قال یا هارون ما منه که از دعیتم زلدو، چرا که لیهان نگرفتی؟ چرا اعتراض نکردی؟ ارشد این خوف وادار کرد که من ساکت باشم. خب پس بنابراین اون وحل و عقدت ملسانی یکی از علل و اسباب است، تنها سبب منحصر نیست. وقتی خوف سیاسی اجتماعی هم باشه، جلوی شرح صدر رو میگیره، جلوی انطلاق لسان رو میگیره و ماننده. بعدم به ذات اقدس اله عرض کرده که وضع این است، ما چه بکنیم؟ خدا فرمود به این که من تأییدتون میکنم، اینا آمدن تو حرفاشون رو زدن. اولی حرف این بود که رب العالمین هست، ما رسول رب العالمینی، یعنی توحید حق است، وحی نبوت حق است. بعد وقتی این دعا از اصول اساسی اسلام را ذکر بودن،
فبودن ان ارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل آزاد بکن، مردم رو باید آزاد بکنی. حالا ارسال کن معنا یعنی با ما چه بکنیم؟ ما آزادانه اینجا زندگی بکنیم. یک، بخواهیم به سرزمین نیاکانمون برگردیم بتوانیم. دو، حالا یا اونها رو آزاد کن، ما آزادانه در همین مصر زندگی کنیم، یا اگر خواستیم از مصر به این سرزمین نیاکانمون. اما این معناش این نیست که اسرائیل امروز بگه سرزمین نیاکان ماست. الان ما همه ایرانی هستیم، قبلا نیاکان ما زرتشت بوده، ما اسلام آوردیم. حالا زرتشتی ها میتونن بگن شما مسلمان ها باید اینجا برید بیرون، این سرزمین ماست، ما هزارها سال اینجا زندگی کردیم، پدران ما اینجا زندگی کرده، منتها ما اسلام آوردیم همجا موندیم. اونم اسلام آوردن تو کنعان و فلسطین و غزه موندن، نگه از جای دیگه آمده باشن. اینجور نیست که حالا بگن اینجا سرزمین نیاکان ماست، ارض موعود ماست. اینا اینجا بودن دیگه. قرار اینه که اگر گفته شد ما میخوام به سرزمین موعود برگردیم، برای اینکه آبا و اجداد ما بودن، همین آبا و اجداد اینها که در فلسطین و غزه و امثال دار بودن، بعدا وقتی که اسلام آمده با آغوش باز اسلام قبول شدن، یه عده لجاجت کردن و موندن. خب ان ارسل معنا بنی اسرائیل، خیلی شفاف و روشن سه اصل رو ذکر کردن. یه اصل توحید ذکر کردن، اصل دوم اصل وحی نبوت ذکر کردن، اصل سوم آزادسازی مردم رو ذکر کردن. خب این کسی که ذل اوتاد است، با این ذل اوتاد با ابزار عادی که نمیشه در افتاد که، اما این ربک لبالمرصاد اگر خدای سبحان توفیق بده، اون دیگه خوف عقلانی و امنیت عقلانی تبدیل میشه. یه آدم عاقل با دست خالی با ذل اوتاد درگیر نمیشه که، مگر علاف الارض کم بود، عبدت بنی اسرائیل کم بود، کارش همین بود. خب این کشتار روزانش که مشهود بود، کسی که زندان رسمیش به میخ بستن باشه، خب ترس از یه همچه آدمی ترس معقولیه دیگه. ولی وقتی ذات اقدس اله فرمود برو، این خوف عقلی میشه امن عقلی، گفتن چشم دیگه. با ترس که نرفتن، که اونجا که رفتن با امنیت رفتن، با قدرت رفتن، بالاتر از قدرت با اقتدار رفتن. حرفاشون زدن در اصول سگانه، توحید بود، نبوت بود، اینها امور دینی، آزادسازی مردم بود، حق الناس. حرف فرعون این بود علم نرد به کفینا وریده، چند تا حرف زده وجود مبارک موسی کریم دید که اینا جواب نداره. یه حرفش قابل جواب بود، او رو جواب تحلیلی داد. حالا علم نرد بکه فینا ولیدن، حالا فرعون شناخت که این همون کودک تو جعبه بود که ذات اقدس اله به مادر موسی سلام الله علیه ما دستور داد که فریم فلیل قهلیم مو به ساحل یعخوز و عدوون لی و عدوون له، من دستور میدم این آب مستقیماً این رو ببره زیر قصد فرعون، دستور میدم مأموران فرعون این رو بگیرن وارد اتاق فرعون بشه. همین کار رو کرده. فرعون گفت شما یه بچه شیرخوار بودی، ولید بودی، ما پروردیم. یک، سالیان متمادی هم تو دربار ما رشد کردی. دو، این دو امر رو به عنوان نعمت ذکر میکنه. علم نربک فینا ولیدن، یک، و لبست فینا من عمرک سنین، دو، این کارا رو کردی، پس ما ولی نعمت تو هستیم، تو باید حق این نعمت رو ادا بکنی. به جای اینکه حق نعمت رو ادا بکنی، رفتی یکی از اقوام ما رو کشتی. و فعلت فعلت کلتی فعلت، این تکرار فعله با فعلته برای احتمام با آن است، اون کار سنگین رو هم کردی، باز با کاری نداشتیم، میتونستیم برای تعقیب بکنیم بگیریم. و فعلت فعلت کلتی فعلت و انت من الکافرین به نعمتی علیک، نمه آزالله کافر مصطلح یعنی مؤمن نیستی. خب اون کسی ایمانی نداشته، ایمانی در کار نبود که، اونها اصلا خدا رو قبول نداشتن که. تو بحثای قبل ما داشتیم که این بشر همیشه در صدد بدلی سازی جعلی سازیه. بسیاری از همین حکام، بسیاری از این افراد مصرف و مطرف، اینا مبدع و معادل قائل نیستن. این پنج بخشی که قبلا گذشت الان بازگو کنیم.
انبیاء علیه السلام وقتی آمدن گفتن خدایی هست او تربیت و تربیت ما رو به خود دارد. همین طاغیان و باغیان و یاغیان جلو اونه ایستادن گفتن ربوبیت یعنی چه؟ وقتی فکر ربوبیت در جامعه جا افتاد اینا گفتن ربوبیت حق است ولی ما ربیم. خب خیلی فرق است بین این دو نگاه و دو کار. اونا که اول ربوبیت نمی پذیرفتن، بعد از اینکه انبیاء علیه السلام تلاش و کوشش کردن فکر ربوبیت را در جامعه جا انداختن، اینا گفتن که ما علمت لکم من اله غیری ان ربکم الاعلا یا انا احیی و امیتی که نمرود گفته و ماننده. این بخش اول بود که مربوط به ربوبیت است. بخش دوم که مسئله رسالت و وحی و نبوت و امثال ذلک است، باز همین مستکبران مخالفت کردن گفتن مگر میشه بشر پیغمبر بشه؟ وقتی فکر نبوت و وحی و رسالت به وسیله کوشش انبیا در جامعه جا افتاد، اینا متنبیان را راه اندازی کردن گفتن وحی حق است، نبوت حق است، رسالت حق است، ولی مسیلمه کذاب پیغمبر است، نبوده مواره کدره. این جعلی و بدلی رو بعد ساختن. بخش سوم مسئله خلافت است و امامت است و جانشینی پیغمبر تا توانستن منکر شدن. بعد از این که دیدن نمیشه کسی این تلاش و کوشش خود را، این مکتب خود را، این امت را همونطوری بدون سرپرست رها بکنه، وقتی این فکر جا افتاد گفتن خلافت حق است، جانشینی حق است، ولی قدیر نیست و ثقیفه است. این بخش سوم. بخش چهارم مربوط روحانیت و علما و مراجع و امثال ذلک است که مردم تقلید میخوان، مردم مرجع میخوان، مردم روحانی میخوان. از دیر زمان میگفتن اسلام منها روحانیت، اسلام منها مرجعیت، اسلام منها حوزه. ولی وقتی که دیدن نه این فکر جا افتاد مگر میشه کسی مکتب داشته باشه مکتب شناس نداشته باشه؟ اون علمای درباری به مشایخ سو را تربیت کردن گفتن بله روحانی ما میخواهیم، اما شرح باید باشه، نمیدونن ابو هریره باید باشه، چی باید باشه، چی باید باشه. خدا غریق رحمت کنه مرحوم علامه عسکری رو. دیگران هم این کار کردن، ایشون زحمت کشیدن، نه تنها افراد بدنام را به عنوان مرجع دینی معرفی کردن، 150 راوی و محدث معدوم العین را جعل کردن. ایشون 150 تا شکرش کرده که گفتن اینا راوی هم. خب حالا وقتی افراد جعلی درست کرده باشن چند حدیث از او جعل میکنن خدا میدونه. بخش پنجم بخش مؤمنین است که میگفته افراد باید مؤمن باشد، به خدا و قیامت ایمان بیارد. اینا میگفتن چیه؟ مگر کسی تقلید میکند؟ مگر معاذ الله کسی فرون حیوان است تقلید بکند؟ ایمان یعنی چی؟ وقتی فکر ایمان در جامعه جا افتاد بخش پنجم، یعنی بخش پنجم منافقین جاسازی کردن که بعد ایمان حق است، باید ایمان آورد، ولی ما مؤمنیم. این منافق اول که با ایمان موافق نبود که وقتی که دید که نه جامعه افراد مؤمن را میپذیره آمدن گفتن ما مؤمنیم. تمام این پنج بخش کارشون جعلی و بدلی ساختن بود، از بدلی ربوبیت گرفته که بخش اول است تا بدلی ایمان که بخش پنجمه. کارشون همین. این که گفتن و انت من الکافرین یعنی کفر و نعمت کردی، اینا ملک ما، ما مالکیم، این همه نعمتهایی که ما داریم چرا کفر و نعمت کردی؟ حالا وجود این واره که موسی کریم داره پاسخ میده، اونطور که شفاف و روشن است اینی که کفر و نعمت کردی، برای اینکه همه اینها رو ردیف کرده بعد گفت انت من الکافرین. چون شما در دوران شیرخوارگی کنار سفره ما زنده موندی و در سالیان متمادی غذای ما را خوردی و فلونکار را کردی ما صرف نظر کردیم، حالا کفر و نعمت کردی در برای ما و خود تعلم کردی. وگرنه این صدر و ساق با هم هماهنگ نیست. وگرنه تو به ربوبیت ما کافری به چه دلیل؟ به دلیلی که در دوران شیخ خارجی ما تا رو پروراندیم، یا به دلیلی که چند سال سکونه ما نور نمک خوردی؟ این مقدم و تالی یا موضوع محول و هم مرتبط نیستن. این کفران نعمت کردی،
گذشته از این بهترین نعمت او بود که ما صرف نظر کردیم، تعقیبت نکردیم تا بگیریم اینها. وجود مبارک موسی کلیم دید اون حرفا حرفای لغو و لهو، اون دیگه نمیتواند به فرعون بفهماند که دیگری ما را آورده. یک کسی انداخت مادرم بود، یک کسی گرفت دست ماموران الهی بود، او وادار کرده که تو و الغیت علیک محبتا منی. این معارف را که وجود مبارک موسی نمیتواند به او بفهماند، لذا از اونها هیچ پاسخی نداد. فرمود فعلتها، بله من اون روز قصد کشتن نداشتم، که این قبل از نبوت بود، یک از یک مظلوم دفاع کردم، دو این هم کشته شد، سه این شبیه قتل خطعی است. البته اسرار درونی حق با موسی کلیم است، برای اینکه نمیشود گفت که اون مسئله رو نمیدونست، چون در سوره مبارکه قصص که بخواست خدا فرد آمد قبل از نبوت او به عنوان یک انسان فرزانه و حکیم مبسطوده شده. ولما بلغ اشده و استوا آتیناه حکما و علما و کذلک نجزی المحسنین و دخل المدینه علی حین غفلت من اهلها فوجد فیها رجلین یقتتلان هذا من شیعته و هذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فبكزه موسى فقضى عليه. این یک کسی نیست که جاهلانه کار کرده باشد، بگه انا من الظالمین، من گمراه بودم، نه خیر، حکیمانه کار کرد، عالمانه کار کرد، این کار رو باید میکرد و کرد، منتهی شد به مرگ او. مسئله شرعی را میدونست، حکم شرعی را میدونست، اگر یه وقتی تخلفی شد در تطبیق اون کلی بر جزئی او را هم میدونست، ولی منتهی شدن این زدن به مرد او ممکنه که مورد غفلت باشه. خب این قبل از نبوت است و هنوز پیغمبر نشده و هنوز مسئولیت خاص پیدا نکرده. فرمود من یه زلالت موضوعی داشتم، نه زلالت حکمی، نه زلالت، یعنی مسئله را نمیدونستم، حکیم نبودم، عالم نبودم، اینطور نیست. چون قبل از اینکه قصه مشت زدن را خدا نقل کند، همون لما بلغ اشده و بسته باسته اینا حکما و علما و کذالک نجزی کذا و بعد فبود این کار کردن. این چه دلیلی که شما دارید میارید؟ چه حقی که شما بربادارید؟ فبود فعل تا ازن و انا من الضالین. بعدم احساس امنیت نکردم، از اونجا خواستم رفتم مدین. ففررت منکم لما خفتکم، بعد پیامبرانه برگشتم. فوهب لی ربی حکمن و جعلنی من المرسلین. این حکم غیر از این حکم آیه 14 سوره قصص است که بار قبل از نبوت است. فرمان رفتم الان پیامبرم. نه، این طیب و طاهر بود برای موسی، برای او حرام بود، فرعون حرام میخورد، این مال طیب و طاهر بود برای موسی کریم. قضا مال ذات اقدس اله است. چطور وجود مبارک سید شهدا و اموال انبیا رو مصادره کرده در اون را مصادره کردی؟ این ولی مطلق بود، حاکم مطلق بود، بیت المال مال او بود، دستور داد مصادره کنی. خود پیغمبرم در جریان جنگ بدر مصادره کرد دیگه. این ملک طبق حکومت اسلامی است، اونها حرام خوردن، نه وجود مبارک موسی کریم. بنابراین اون غذای طیب و طاهر را خورده و یک موحدی را که جزء پیروان انبیای بنی اسرائیل بود او را نجات داده، یک بت‌پرستی را از پا در آورده. اینا چیزی نیست، اما حالا برای حفظ نظم یک کشور فرمود به این که ما که نمیدونستیم به کشتن منتهی میشه، وگرنه انسان بخواهد از یه موحدی حمایت کند یه بت‌پرستی را از پا در بیاره، که این نه ضلالت است، نه جهالت است، نه جهل است، نه سفاهت است. خب فرمود این کار را من کردم، شما الان چه حرف داری؟ و تلک نعمتون تمنها علین عبدت بنی اسرائیل. اونها را اصلا ذکر نکرده، فرمود اصلا مال تو نبود، دیگری مرا آورد اونجا، دیگری مرا پرورانده، اونی که بعد دریا مسلط است، اونی که تو را بازار کرده مرا تربیت کنی، تو را نوکر من کرده، دیگری است. اصلا این حرفا نبوده. اما دریا نوکر ما بود، صحرا نوکر ما بود، تو نوکر ما بودی، اینا رو خود دیگری کرده دیگه.
اما تلک نعمتون تمون نها علیه یعنی عبدت بنی اسرائیل، این که شما اینها رو به فشار آوردی، اینها رو به بردگی کشیدی، این هم یه نعمت شد که میگه من کفران نعمت کردم، من در برابر این نعمت داری محکوم میکنی، شما اینها رو برده قرار دادی، من آمدم اینها رو آزاد کنم، اولین کار من اینه. و تلک نعمتون تمون نها علیه یعنی عبدت بنی اسرائیل، بارها گفته شد حیف وجود مبارک موسی کلیم از گرفتار این یهودی ها و صهیونیست شده، اوست که اربعین کلیمی را دارد، اوست که اربعین گیری را در جهان قاب کرده و عملی کرده و تنها 40 شبان روز نه خوابید نه غذا خورد نه حرفی زد، فقط با ذات اقدس اله گفتگو میکرد. اگر وجود مبارک کلیم را امت اسلامی و شیعیان می داشتن چه کارها که نمی کردن. حیف کلیم است که گرفتار این یهودی ها و صهاینه شد. الان مهمترین مشکلی که در کل جهان عموماً تو خبر میانه می بینید همین تفکر فرعونی است. اون چه که اینها هی پشت سر هم زبان می چرخونن میگن همه گزینه ها رو میزه همینه. فرقی بین فرعون دیروز امروز نمی کرد. اصرار قرآن کریم بر طرح قصه فرعون همینه که اینها یا استکبار غرب است یا استکبار شرق. همیشه میگن جنگ رو گزینه رو میزه، تحریم کردن گزینه رو میزه، همینه دیگه. اگر جریان نمرود و اصحاب ایکه و شعیب و مدین و اینا رو قرآن کم گفته برای اینکه اینا قصه هاشون کمه در عالم، اما قصه رایج داره همینه. خب اونی که قرآن کتاب جهانی است، هر روز زنده است، به روز سخن میگوید، باید اون چه که در هر عصر و مثل مکرر اتفاق میافتد او رو مقرر زنده کند. و همونطوری که ذات اقدس اله اینا رو ریخته به دریا، امیدواریم این استکبار صهیونیست هم برجه به دریا. والحمدلله.